خب خانم آقایون محترم، ببینید امروز چه ویدیوهایی براتون آماده کردم. ویدیو شماره یک از داخل امروز، دو سه تا ویدیو از داخل ایران داریم. ویدیو شماره یک روی یه پشت بومه، واقعا ویدیو عجیب غریبه. دو نفر دارن فیلم میگیرن، ببینید چه اتفاقی میفته. دیدید یه چیزی با سرعت نور رد میشه. این یه جنه رفقا، این یه جنه. میبینید جاش هم حالت خراب طوری و نصف کار است. نکنید جا رو، اصلا رو نمیره. فوش تو دیدید چجوری رد شد؟ یه بار دیگه بزنم اقب. اصلا رو نمیره. فوش کشتار داد. قیافش نمیشه زوم کنی. خیلی با سرعت رد میشه. میگه انگار موهاش بلنده. یواش میرانیم چه رفت انقدر تون میره. واقعا خیلی تون میره. دیدید؟ وای. وای. خیلی وحشتناک بود. انقدر با دقت ندیده بودم. خب ویدیو شماره دو. ویدیو شماره دو هم دقیقا مثل همون پشت بومه، بغل این دختره یه چیز وحشتناکی با سرعت رد میشه. و چیه این؟ این یه جنه و به خاطر این بچه اینجاست، توی این خونه زندگی میکنه. نگاه کنید، به نظرم یه جنیه که سن و سالش کمه. نگاه کنید با چه سرعتی رد میشه. گفتم بچه های کوچیکو دیدید؟ خیلی باید مراقب باشید. نگاه کنید بیشت. اصلا پشت بومه خیلی باحال بود. اینم کوتاهه، کاملا سیاهه، انگار یه دختر بچه است. نمیدونم شما تو کامنت حتما برام بنویسید به نظرتون چیه داستان. تا آخر ویدیو هم باشید، دوباره از اون چالش ها براتون گذاشتم، چالش قبلی هم بهتون میگم. توی این ویدیو خیلی یکی دو ماه پیش یه ویدیو گذاشته بودم که توش انگار یه فرشته، یه نمیدونم، من اون موقع گفته بودم جنه، ولی به نظر خودم بیشتر نگاه کردم احساس میکنم این فرشته مرگ آدم هاست، چون وقتی میاد بالا سرشون میمیرن. بعضی ها این فرشته رو میبینن، اینجای دور کله خودشون میچرخن میافتن، حالا میمیرن دیگه، از حرکاتشون معلومه که کپ میکنن میمیرن. ولی این بر میگرده انگار تو دوربین داره نگاه میکنه، ولی یه چیزی رو میبینه کپ میکنه میترسه. خدا رحم کنه کسایی که زن بچه مردم میزنید. به خدا ما یه روز میمیریم، به خدا یه روز میمیریم، باید جواب کارامونو پس بدیم. این دنیا هم جوابشو نگیرید میبینید بالاخره. نها کنید چجوری کپ میکنه. امیدوارم ایراد نگیره، ولی نها کنید، خدا نگهدار. اینجاشو مجبورم تار کنم چون یه مقدار شاید داستان بشه. توی ویدیو بعدی هم اینم قبلا یه بار گذاشتم، ولی این دفعه کامل ترشو گذاشتم. یارو توی بانکه داره کار بانکی میکنه، نه اتفاقی براش افتاده، نه نمیدونم مریضی بوده، نه هیچی. یهو بر میگرده، اینم دقیقا اسرائیلو به چشم میبینه، میچرخه میچرخه، اینجا داره باش میرخصه. میبینید رقصه با اسرائیل. تمام. اینم همینطور میبینید میچرخن دور خودشون، انگار این فرشته، حالا هر موجودیه، نمیدونم میخوای اسمشو بزنید جن، فرشته، مرگ، فرقی نمیکنه واسه من، یه موجودی وحشتناکیه. میاد اینجوری میچرخه، اینا هی بر میگردن اینجوری دور خودشونو میبینن. حالا من دور میزنم، من بیچاره نبینم. ویدیو بعدی نمیدونم، اینه یکی برام فرستاد، گفت همون دهاتیه که قبلا من ویدیوشو گذاشته بودم، گفت دقیقا همونه ولی از یه زاویه دیگه. این داستانش این بود که شبا یکی از این زنا انگار جن زده شده، راه میفته توی کوچه پس کوچه های دهات، این کار رو انجام میده، برعکس میشه، دستاشو میذاره راه میره. که نصف شب همچین چیزی ببینی قبض روح میشی.
چرا باید نصف شب همچی کاری بکنی یارو؟ ویدیوی بعدم دقیقا همینطور. این زنه باز مثل اون راضیه نشه، این زنه زیر تصویر نوشته بود که داره میمیره، من نمیدونم یه ماه بعد میمیره، دو روز بعد میمیره، چهار روز بعد نمیدونم، ولی هی میبینن که آقا این باسه خودش تنها میشه، با یکی صحبت میکنه، اصلا کلن یه دنیای دیگه است، با یکی داره صحبت میکنه، بعد ازش فیلم که میگیرن همچین چیزی رو شکار میکنن. ببینید چه ویدیویی براتون گذاشتم، ناکنید یه چیز سفید کامل وایستاده جلوش، نمیدونم حالا چیه داره دستمالی میکنه، دستکاری میکنه، این زنه هم داره باهاش صحبت میکنه، انگار چیز دیگه ای نمیشه گفت، جمله دیگه، انگار فرشته مرگشه ولی به صورت زیبا، اونا به صورت وحشتناک میبیدن، این به صورت زیبا، سفید سفید، نورانی نورانی، کامل توی دوربین افتاده. بینید بیچاره داره باش حرف میزنه. دم آقا رضا گرم، این ویدیو رو آقا رضا برام فرستاده بود، یه هدیه کوچیکی هم از من گرفت، این ویدیوش واقعا حرف نداشت. ویدیو بعدی، یک گربه است خیلی آگاهانه میاد شیشه عقب این ماشین و این پیکان رو میزنه میشکونه، خودتون به چشم ببینید. این پلیه؟ آره اینجا بگیرم، گربه بیدش. گربه نیست، باور چیزی نیست. توشه نکنید دوره بره نگاه میکنه، این آدم میزن برگام میزنه میشه به همین سادگی. اینم خود ماشین، اصلا چی بگم، همون وفا چی کار کرده؟ ترکون همون وفا از این با اشخاص ها مهم نیست براش، از این هاست که حیوان دوست داره. یه بار دیگه ببینی بچه ها، میگن که توی جسم گربه ها میره، بعضیاشون این شکلیه، قشنگ برمونه نگاه کرد چه اینه دوستا نگاه میکنه، زارت میزنه میاد شیشه پایین، اینم خود ماشین، اصلا چی بگم، همون رفور چی کار کرده؟ ویدیو بعدی نمیدونم حالا کجا گرفته شده، معلومه که عربن، داره آتیش روشن میکنه توی بیابون، کلا توی بیابون آتیش روشن کردن باعث این داستان میشه، من خیلی اینجور ویدیوها دیدم. پشتش نگاه کنید، یه جن و کامل اون پشت ببینید، همیشه میگم واضح تر از این نیست، بازم واضح تر میذارم، واضحه واضحه، این آتیش روشن میکنه، اونم از اون پشت، ببینید نگاهش کن، یه حاله دود، یه چیزی مثل بخار. جلل خاله. ویدیوی بعدی هم دقیقا همینطور، میخوام بهتون بگم مثل یه حاله دود یا یه چیزی مثل بخار میمونن اینا، دوربین مدار بسته گرفته، حالا بعضی هاشون ها کنی این شکل انسانی داره، بعضی هاشون نه کوچولو هن یا شکل مختلف داره اینا. قشن شیک از خیابون رد میشه میره اونور، بعد نها کنید وقتی که حرکت میکنن انگار پشتشون اثر خودشونو میذارن، پشتشون یه حاله ای داره میاد مثل دود، پشتشون یه چیزی میاد، تو این ویدیو هم دقیقا همینطوره، میاد اون پشت تبدیل میشه به یه، خدایا این چی بود یا ابوالفضل، تبدیل شد به چی، به انسان، از حالت انسان تبدیل شد به یه دود، یه بخار، نمیدونم اسمش چی بذارم، رفت اونور ظاهر شد،
بابا دمت گرم، بابا دمت گرم. ویدیوی بعدی هم، حالا اون قضیه زامبی و اینا رو گفتن روش، ولی من احساس میکنم این مواد زده. آخه کسی که چیز کنه، آخه شلوار رو چرا در آوردی؟ شورتو میکنه. آها بده بالا. خب رفقا، ویدیوی بعدی این طرف یه دعانویسه، خب نمیدونم حالا یه رمال یه دعانویسه. ویدیوش یه خورده طولانی بود، من سرعتشو بردم بالا. نگاه کنید چیکار میکنه. خیلی ها بودن رفتن و به چش دیدن که طرف از توی آب، از توی کاسه تلسم در میاره، کاسه ای که توش خالی بوده، یارو دست زده اون تو رو دیده. این هم همین جوریه، خیلی جالب بود. آبو میریزه، ناگهان توی کاسه هیچی نیست. ویدیو هم کات نمیخوره، من دقیق چک کردم. تشنم شد خودش. اینو میذاره رو. یه چیزی مینویسه، ورد مینویسه. ما بهش نمیگیم دعا. ورد. به ورد زبونه. با دیگرون. اینو آتیش میزنه. حالا اون نمیدونم منقل بافوره اون چیه، اون بغل اونو نمیدونم، ولی من شاهد عینه خیلی سراغ دارم که رفتن و دیدن همچین چیزی از توش در میاره. طرف رفته بود یه جا این کارو با خاک انجام داده بود، بعد از توش کلید، استخون، نمیدونم فلا اینا رو در آورده بود. 10,000 تا شاید یک نفر این کارو بکنه. این کسایی که میان توی این یوتیوب استادا رو معرفی میکنن، انواع اقسام استادای تبهکار رو میذارن و تبلیغشون رو میکنن، اینا رو باور نکنید. من جدیدن چند تا پیج اینجوری دیدم، دعانویسی و اینا. دیدید؟ از توش قشنگ یه برگه در آورد که توش عربی نوشته بود. اینم دقیقاً همینطور همچین کاریو کرده. ناکنید چیا در آورده از تو کاسه؟ گره داره واسه گره انداختن تو زندگی. خیلی تعداد زیادی گره، 500 تا گره زده. اینو ناکنید از تو آب در آورده. اونجا نمیدونم برگه چنار بیشتر بهش برگه عطر زعفرون اینا هنوز روشه، من نمیدونم زعفرون نگولا و چیشی، من نمیدونم روش نوشته از کلمات نوشتاری و میتونیم روش بخونیم. خب روی اینا می نویسن که طرف نبینه، شک کنه مثلا بندازه دور. بعد عرضم به حضور شما اینو ببینید، خدا نیاره اون روزا اینا توی خونه زندگیتون بیان. وای وای، اسم این بند خدا غلام رضاست. ببینید آخه خدا لعنتتون کنه. ویدیو بعدی طرف تو رخت خواب خوابه توی روسیه، یه جن متجاوز و حول میخواد حرکتی بزنه که تیرش به سنگ میخوره. بابا کافور بریزید تو غذاشون، این چه وضعش آخه، دیوونه شدن. پیر زنه بیچاره ناکنه. اینجا آه وای وای، این یه تیکشی ببینید چجوری پرت شد، نتونست به اون هدفش برسه، عصبانی شد انگار، پتو رو میخواست بکشه. این می چرا دوربین بالا سر؟ حالا شاید خیلی ها بگن چون پیرزن مریضه توی تخته، خیلی ها دوربین میذارن، همونجوری که واسه بچه ها میذارن واسه پیرمرد پیرزن ها هم میذارن که پرستار میاد توی خونشون حواسشون باشه که پرستاره داره چی کار میکنه. خب رفقا میرسیم به ویدیو آخر. من ویدیو قبلی که مهمو زدم آخر ویدیو یه ویدیو گذاشتم که توی هند بود که گفتم هر کی بتونه تعداد و دقیق اون چیزای ماورایی توی این ویدیو رو تشخیص بده، نفر اول و دوم نفر 1,000,000 جایزه میبرن. که بعد از گذشت چند ساعت تقریبا یک روز استوری گذاشتم، هیچکی نتونست. ببینید خیلی ها اومده بودن یه دونه رو حد زده بودن، ولی مثلا یه دونه رو حدس می‌زدن، دو تا دیگه رو نمی‌گفتن، دو تا رو می‌گفتن اون یه دونه رو نمی‌گفتن. حالا جواب درستش چی بود؟ یه دونه توی درختا بود، یه دونه بین آدما بود،
یه دونه داخل خود شیشه قطار بود. درسته بعدش خیلی یادتون درست جواب دادید، ولی خب اون دو نفر اول بردن و هدیهشون هم گرفتن. خیلی بعدش خیلی از دوستان درست جواب دادن، ولی کسایی که اول میفرستن مهمه. دو تا برنده داره، نفر اول 2,000,000، نفر دوم هم 1,000,000. و ویدیوش یه مقدار طولانیه، باید کامل بگید چند تا اتفاق ماورایی تو این ویدیو میبینید. خیلی آسون تر از قبلیه. و اینکه کجاست، و خیلی هم اومده بودن کل ویدیو رو برای من علامت گذاری کرده بودن فرستاده بودن. اینجوری نمیشه، دقیقا بعد سه تا رو به ترتیب، مثلا اگه سه تا باشه چهار تا باشه به ترتیبم نگفتید نگفتید، ولی دقیق توی مسیج اولتون این سه تا مثلا کامل گفته بشه. من هیچی نمیگم دیگه، خودتون ببینید. خیلی تابلوه. اصلا یه کانال هست کارش همینه، من این ویدیو رو از اونجا میگیرم. این یه خونه تسخیر شده است که طرف نظافتچی اونجاست. نمیدونم کار میکنه اونجا چیه. چند تا چیز فوق العاده واضحه، خیلی هم ساده است. ویدیوش هم واقعیه. فقط سایه و اینا هم نیستا، به غیر از درا یه وقت میبینی یه چیزی حرکت کرده، یه چیزی تکون خورده. یه دارم راه نماییتون میکنم. اینجا که اسپید داشت چیزی نبود، اینجا رو تندش کرده بود که خیلی تابلو، خیلی تابلو بود. البته یه دونه نیست، چند تاست. خیلی تابلو بود. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. توی این ویدیو هم چند تا مورد هست، دو نفر اول که زودتر از همه بگن این جایزه‌شو برنده میشن. شانس برای همه هست. توی ویدیوهای بعدی هم حتما میذارم. دمتون گرم، قلب من همیشه با شماست. مراقب خودتون باشید. امیدوارم حال دلتون خوب بشه سریعتر، امیدوارم احوالتون خوب بشه سریعتر. مرسی از اینکه منو تماشا کردید. من پویا هستم. زنده باد ایران.